نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 26 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با مفهوم معونه در خمس فرمودند، روایتی از امام جواد علیه السلام در رابطه با خمس نقل شده که الخمس بعد المعونه خمس بعد از کسر شدن مخارج زندگی است یعنی معونه خمس ندارد معظم الله در تشریح معنای معونه فرمودند مفهوم ظاهری معونه آن چیزی است که مصرف می شود و در روایت دیگر هم آمده فی کل عام در هر سال یعنی باید معونه آن سال باشد ایشان در ادامه فرمودند شارع از معونه نام برده اما آن را معنا نکرده است لذا باید برای شناخت معنا و مفهوم آن به عرف مراجعه نماییم و ببینیم که عرف به چه چیزی معونه میگوید اگرچه در ظاهر معونه به معنای چیزی است که مصرف می شود آیت الله شیرازی همچنین تاکید فرمودند قید دیگری که گفته شده این است که معونه معونه آن سال باشد پس دو قید دارد اول آنکه معونه باشد و دوم آنکه معونه آن سال باشد لذا اگر فرض کنید شخصی از مخارج امسال خود برای مخارج دو سال خانواده خود برنج خریداری نمود در چنین شرایطی آنچه که معونه و مصرف امسال اوست شامل خمس نمی شود اما آنچه که برای معونه سال آینده است و از مخارج سال جاری خریداری نموده چون مربوط به امسال نمی شود شامل خمس می شود معظم در رابطه با حکم خمس در رابطه با جهیزیه فرمودند در رابطه با جهیزیه چون در ادله وارد نشده ما باید ببینیم که چه چیزی مصداق مصرف آن سال حساب می شود و هر سالی برای آن سال در نظر گرفته می شود مثلا اگر از مخارج امسال برای دخترش جهیزیه خریداری می کند که هر وقت ازدواج کرد آنها را به عنوان وسایل منزل استفاده کند و مشخص نیست که زمان ازدواج او امسال و یا چند سال آینده است لذا این کالاها باید معونه امسال حساب شود با این دو شرط اگر عرفا معونه امسال بود خمس به آن تعلق نمی گیرد لازم به ذکر است که سلسله نشستهای علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس خم خیابان چهار مردان کوچه 6 رأس ساعت 10 و 45 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه سلام ماهواره یا فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.